با درودی دیگر همراه شما هستیم با بخش دیگه از مهمترین اخبار روز ایران در ابتدا با ویدیوی از مهدی فلاحتی همراه شما خواهیم بود از برنامه صفحه آخر و در بخش دوم هم مقاله خواهیم داشت با عنوان حکومت اسلامی ایران را به باد می دهد. تا پایان با ما همراه باشید قبل از شنیدن این بخش از اخبار حتما کانال ما رو سابسکرایب کنیم و زنگوله رو بزنیم. در ابتدا بخش از برنامه صفحه آخر رو با هم مرور میکنیم احمد کسروی علیه آخونده چی میگفت که دولت علیه اون شکایت کرده؟ تو شکایت میکنن علیه کتاب شیعیگری احمد کسروی از عبدالحسین حجیر وزیر کشور گرفته تا ساعد مراقعی نخست وزیر تا سرطول اشراف تا میاد پای. چی نوشته بود من یک تو این کتاب که انقدر واکنش برمی انگیخت. کی در سال عرض کردم 1323 برای مثال من تیکه های رو براتون میخونم حسین ابن علی به طلب خلافت برخاست و نتوانست و کاری از پیش نبرد لیکن مردانگی بسیار ستوده ای از خود نشان داد و آن اینکه زبونی ننموده کشته شدن خود و فرزندان و یارانش را از گردن گذاردن به یزید و ابن زیاد بهتر دانسته مردانه پافشاری کرد و خود و پیروانش کشته گردیدند این کار او بسیار ستوده بوده ولی هرچه بوده بوده هزار و سال گریستن چه معنی دارد؟ به آن نمایش های بسیار بیخردانه محرم و سفر چه توان گفت؟ این داستان های زیارت و گریه با آن حدیث هاشان از راه دیگری نیز در خوره ایراد است اینها ریشه دین را کندن و آن را از میان بردن است در جایی که با یک زیارت همه گناهان آمرزیده شود و با یک گریه بهشت شایسته گردد کسی چرا از خوشیهای سزا و ناسزا بازی استد؟ چرا فلان حاجی آزمند انبارداری نکند به احتکار نکنه چرا بهمان ستمگر خونها نریزد چرا آزمندان به پولاندوزی نکوشند چرا مردان دنبال زنان بیگانه نیفتند سران شیعه در آن کوشش های سیاسی خود پروای هیچی نکرده هر چه خواسته گفته و هر چه خواسته کردن ولی ما آیا می چشم از کارهای سراپا زیان ایشان بپوشیم یا مقدسا ما باید قفشیم؟ روح الله خمینی در تبلیغات فریبکارانه پیش از آنکه قدرت را در ایران به دست بگیرد و کشور ما را به کلی ویران سازد از جمله ادعا می که شاه نوکر آمریکاست و نوکر غرب است چرا نوکر آمریکاست؟ به خاطر آنکه خمینی می گفت شاه ایران نفت را به قیمت ارزان به ایالات متحده و کشورهای اروپای غربی می فروشد. پول آن را صرف خرید اسلحه از همان کشورها می کند تا بتواند امنیت حوزه خلیج فارس را تمین کرده و نگذارد که صادرات نفت به کشورهای غربی دچار اختلال گردد. بنابراین شاه فقید ایران نوکر آمریکاست و در راستای منافع غرب اقدام می کند و به منافع ملی ایران هیچ گونه توجهی ندارد. این استدلال روح الله خمینی بود و یکی از ادعاهای او بود که مردم ایران را فریب دهد و آنها را به سوی خود بکشاند. در آن دوران از آنجا که اتحاد شوروی با کشورهای غربی سخت در حال نزاع بود و جنگ سرد در اوج خود قرار داشت توده و چپگرایان ایران این ادعای خمینی را ناسنجیده پذیرفتند و آن را تبلیغ و ترویج کردند تا ظاهرا نشان دهند که بله شاه فقید ایران در راستای ضد منافع ملی ایران اقدام می کند بنابراین و باید او را برانداخت آنهایی که خود را روشن فکران ایرانی میدانستند نیز بدون آنکه بسنجند و مطالعه کنند و بررسی کنند این ادعای خمینی را پذیرفتند و آنها نیز این را ترویج کردند و این یکی از علل برافتادن رژیم پیشین ایران بود و امروز ما نتایج و عواقب آن را میبینیم یادآوری میکنیم که روح الله خمینی گفته بود که شاه ایران نفت را که ثروت ملی ایران است به قیمت ارزان به کشورهای غربی به ویژه ایالات متحده میفروشد و با پولی که میگیرد اسلحه میخرد که امنیت حوزه خلیج فارس را در صدور و ادامه صدور نفت تأمین و تضمین کند این ادعای روح الله خمینی بود بنابراین می گفت که شاه ایران علیه منافع ملی اقدام می کند و باید او را برانداخت و در آن دوران آنهایی که خود را روشن فکران ایرانی می توجه نداشتند که همه کشورهای عرب به ویژه عراق و مصر می کشیدن که رهبری خلیج فارس را به دست بگیرند این حوزه نفتی بسیار حساس را در اختیار خود داشته باشند و منافع ملی ایران را به خطر بیندازند. همان گونه که سالهایی بود که جمال عبدالناصر رهبر آن دوران مصر که میخواست کشورهای عرب و حتی برخی کشورهای آمریکایی و ممالک دیگر را ببلعد و در تسلط خود بگیرد در صدد برآمد که خوزستان را از پیکر کشور ایران جدا کند و این خطر وجود داشت که مصر و یا عوامل دیگر امنیت حوزه خلیج فارس را به خطر اندازند و ادامه صادرات نفت با اختلال مواجه شوند در آن هنگام ایالات متحده ده درصد از مصرف داخلی خود را از طریق کشورهای حوزه خلیج فارس تأمین می کرده. در آن دوران ناوگان دریایی ایران بسیار ضعیف بود ایران سالیان دراز به تقویت امکانات دفاعی خود در حوزه خلیج فارس به علل مختلف توجه لازم را نکرده بود و شاه فقید در صدد برآمد که یک ناوگان قوی برای ایرانیان به وجود آورد و همگام با آن با برخی از امیرنشینها به همکاری و همیاری پرداخت تا موقعیت خود را تقویت کند و به کشورهای حوزه خلیج فارس بپذیراند که بله ایران است که باید رهبری را به دست بگیرد و عراق برای به دست آوردن این عنوان به شدت با ایران رقابت می کرد و اگر امنیت حوزه خلیج فارس در دست عراق بود منافع ملی ایران سخت به خطر میافتاد بنابر بنابراین شاه فقید نفت ایران نه به قیمت ارزان آنگونه که روح الله خمینی ادعا می کرد بلکه به قیمت بازار آنچه که اوپک تایید می کرد به کشورهای غربی و همه ممالک دیگر که خواستار نفت ایران بود می و بخشی از این درآمد را به تقویت ناوگان دریایی ایران اختصاص میداد و در آن هنگام اتحاد جماهیر شوروی با کمک نفوذ تودهی ها و چپگرایان در صدد بود که حضور نظامی ایالات متحده و غربی ها در ایران را تضعیف کند و حتی شاید بتواند به صفر برساند حضور سربازان آمریکایی و یا مستشاران نظامی آمریکایی در داخل ایران به ادعای دولت شوروی آن روز امنیت روسیه را به خطر میانداخت. اما می بینیم که روح الله خمینی همان گونه که وعده داده بود اگر به قدرت برسد آب و برق را برای مستمندان مجانی خواهد کرد به این وعده خود مسلما وفا نکرد و به جای آنکه پول نفت و درآمد نفت را برای رفاه مردم ایران هزینه کند در راه تقویت عناصر تخریبی و تروریستی در منطقه به حدر داده میبینیم که روح الله خمینی و جانشین او علی خامنی آبادند و درآمد نفت ایران را برای آنکه به هزینه آبادسازی کشور برسانند و به جای آنکه بتوانند با کمک این درآمد آب و برق گروه مستمند را مجانی کنند شروع به هزینه کردن این درآمدها در کشورهای منطقه و نهادهای تروریستی پرداختند روح الله خمینی و جانشین او علی خامنه ای درآمد نفت ایران را صرف تولید مشک کردند صدها میلیارد دلار از درآمد ملی ایران را برای تولید بمب هسته ای هزینه کردند. بنابراین حکومت روح الله خمینی بود که ثروت ملت ایران را در راه تولید اسلحه به هدر داد و نه تنها این بلکه او درآمد ملی نفت ایران را به کام گروه های تروریستی ریخ که بخورند و چاق و فر شوند و به کشتار و تخریب و فتنگری در منطقه ادامه دهند و حتی آن را افزایش دهند. ملت ایران گرسنه نماندو و کشور ایران ویران شد. اما هم روح الله خمینی و هم علی ای به کمکهای سخاوتمندانه به گروه های ترور در منطقه ادامه دادند. علی ای به تقلید از روح الله خمینی گفته بود که هدف از انقلاب اسلامی نجات ملت ایران نیست بلکه آنها میخواهند بر منطقه مسلط شوند و اسلام اهل تشیع را در سراسر جهان مسلط سازند. امر خیال بافانه که هیچ احتمالی برای تأمین آن و رسیدن به اجرای این آرزو وجود ندارد. چهل و سه سال است که میکوشند و کوچکترین موفقیتی در این راه نداشتند. چرا مردم اهل تشیع عراق را به حال خود نمیگذارند؟ اگر فشرده کنیم موقعیت حکومت اسلامی ایران در منطقه را و این پس از آنکه دهها و شاید صدها میلیارد دلار پول مردم ایران یعنی پول فروش نفت را صرف این گونه فتنگری ها و ماجراجویی‌ها ها کردن می بینیم که نه فقط در عراق بلکه در هیچ کشور دیگری در منطقه حکومت اسلامی ایران موفقیتی به دست نیاورده در همه کشورها هم خطاب به رژیم ایران میگویند که دست از سر ما بردارید و ما را به حال خود بگذارید و آنقدر در امور ما دخالت نکنید تا این حد مردم کشور ما را به کشتن ندهید و از این مطامع استعماری خود دست بردارید این یک واقعیت تلخ است خمینی با قاطعیت ادعا کرده بود که شاه فقید ایران نوکر آمریکاست چون نفت ایران را به اروپا میفروشد و به آمریکا میفروشد و با پول آن اسلحه میخرد که امنیت رفت و آمد نفتکشها در حوزه خلیج فارس را تعمین کند اما همین حکومتی که روح الله خمینی پای گذاری کرد درآمد نفت ایران را صرف اتم و صرف مشک کرد و صرف ماجراجویی های منطقه ای. به حزب الله و جهاد اسلامی و حوسی ها و هشت و ها و دیگران اعطا کرد و در اختیار آنها قرار داد مسلمان است که چنین وضعی نمیتواند ادامه یابد مردم ایران هر روز فقیرتر میشوند کشور هر روز بیشتر ویران می شود و پولی باقی نمانده که حتی خرید دارو نیز امکان ناپذیر است و کارگران به خودسوزی دست میزنند و یا به شیوه دیگری خودکشی می کنند و سرکوب به اوج خود رسیده و بر زنان فشار بیشتر وارد می کنند و حتی فروش مانتو بلند را ممنوع می کنند اگر رنگی جز رنگ های تیره نداشته باشند و اگر جلوی آن باز باشد به این حد از سرکوب رسیدن چون نمیخواهند که صدای مردم ایران بلند شود آنها را با هجاب و بیهجاب و مانتو سرگرم نگه می دارند که به فکر بدبختی ها و شکست ها و کجی ها و ناکامی های گسترده دیگر نباشند اما این شیوه ها دوام نخواهند آورد کشورهای جهان نخواهند گذاشت که رژیم ایران به بمب هسته ای برسد تا اگر هم برسد اول بدبختی های بزرگتر ملت ایران و کشور ایران خواهد بود هیچ کشور همسایه و هیچ حکومتی در دنیا با سلاح اتمی رژیم ایران کنار نخواهد آمد این را حکومت ایران در نظر نمیگیرد همچنین ادعا می کند که بله حضرت امام علی خامنه ای فتوا داده که تولید بمب هسته ای در حرام است و با همان زبان و با فاصله کوتاه میگویند که بله ما توان ساخت بمب اتمی را داریم بترسید از ما چون فردا خامنه به آسانی میتواند تواند فتوای خود را تغییر دهد و ادعا کند که اوضاع عوض شده و حکومت ایران برای دفاع از خود نیاز به بمب هسته ای دارد این را به آسانی علی خامنی می می‌تواند ادعا کند اما از خود آنها بپرسند که این شیوه می‌تواند دوام بیاورد مسلما خیر چهل و سه سال است که تلاش می کنند و همیشه در هر حال و هر کجا سرشان به سنگ خورده اما آنها هنوز در موقعیتی نیستند که از گذشت روزگار در عبرت بگیرند آنها همچنان به لجاجت خود ادامه می دهند و همچنان به قیمت سلامت ملت ایران و رفاه ملت ایران فتنگری های آنها در کشورهای منطقه ادامه می دهند. اما همچنان ادعا میکنند که به زودی زود اسرائیل نابود خواهد شد می بینیم که مردم یمن به آنها مرتبا میگویند که دست از سر ما بردارید و دیگران نیز چنین میگویند. و از همه مهمتر خود ملت ایران است که میگوید کشورهای دیگر را به حال خود بگذارید امکانات رفاهی مردم کشور را در راه رفاه مردم صرف و هزینه کنید اما آنها گوششان بدهکار نیست و اینجا باید پرسید که آیا چنین وضعی و چنین حکومتی و چنین رفتاری و چنین عواقب ضلتباری میتواند برای همیشه ادامه داشته باشد خودشان پاسخ این پرسش را بدهند و اما در همینجا ویدیوی خبری این ساعت هم به پایان رسید سپاس فراوان داریم از شما که تا این لحظه ما رو یار و یاور همراه بودید تا بخش بعدی خبر شما رو به خدای بزرگ میسپاریم